ملت بزرگ ایران شما گلی کاشتید به بزرگی خودتان قدم هایی که از خانه بیرون نیامد و دست هایی که رای نداد گلباران باد این فرزند کوچک شما که بارها اعلام کرده بود کشور در آستانه فروپاشی و ملت در معرض انتخابی تاریخی قرار دارد دیروز آثار هشدارهای مکرر خود را در همبستگی بزرگ ملی و نست ترگی که به رژیم جهل و جور و مهندس خامنه و انتصابات مهندسی شده اش دادید را مشاهده کرد. اراده پولادین و شعور بیبدیل از پیش معلوم بود که اراده پولادین و شعور بیبدیل شما چنان قدرت بی و به حاشیه رانده شدگان و تحقیر شدگان را نست ترک به انتصابات به نمایش میگذارد که برای مهندس خامنه ای چاری جز تخلب بزرگ باقی نمیگذاشت. این چنین بود که او تصمیم گرفت با مهندسی انتصابات به شعور شما توهین و به اراده پولادین شما دهنکجی نماید ولی شما با نمایش بزرگ از همبستگی ملی و تحمیل اراده خود به او این اهانت و دهنکجی را به خود او برگرداندید او انتصابات را برد ولی ملت را و انتخابات را باخت به راستی شما گل کاشتید حقیقت بزرگ حقیقت بزرگ همان است که در نه سترگ شما به جمهوری جور و جه و انتصابات آن گفتید و طبیعی بود که رژیم برای مقابله با آن به تقلبی بزرگ دست زند ولی حقیقت بزرگ چون خورشید در نه ساتر به شما نورافشانی میکند خلوص در تبلور هممستگی ملی اگرچه رژیم با تقلب به خلوص خود رسید و دیگر اثری از, از شبه انتقادهایی که گاه به صورت تنزی ترخ به زبان میآمد از مقامات شنیده نخواهد شد اما چه بهتر زیرا تنازی امثال روحانی که با تعنه از سازمانی که اسلحه و پول و رسانه را یک جا دارد قند در دل کسی آب نخواهد کرد در مقابل خلوص رژیم ملت بزرگ نیز به چنان یک پارچگی و همبستگی ملی و خلوصی رسید که دیگر وسوسی اصلاح طلبی و قوقاسالاری پوپولیست ها قادر نیست به اراده مبارزاتی آن خدشه ای وارد کند. پوستاندازی اپوزیسیون از آنجا که هم رژیم به خلوص سرکوبگری خود رسیده و هم ملت سلشور ایران یک پارچگی و همبستگی ملی و خلوص خود را یافته و مصمم است که مبارزات خود را با قمتی اصفار ادامه دهد اپوزیسیون چاره جز پوست انداختن و تصویه خود نخواهد داشت و در فرایند این مبارزات اپوزیسیون های ساخته و پرداخته جمهوری جور با وابستگان به بیگانگان و ارتضاق کنندگان از آنها از چشم تیزبین ملت ایران پنهان نخواهد باند و تنها جریان و شخصیت اصیل مستقل معتبر وفادار به ملت ادارای قابلیت مسئولیت هماهنگی کننده مبارزات ملت بزرگ را به عهده خواهند گرفت بازگشت به هویت ملی جنبش راه سوم راه نجات ایران به کرات ضرورت بازگشت به هویت ملی غارت شده را گوشزد نموده زیرا معتقد است از چهارده قرن پیش که هویت ملی ما مورد تهاجم قرار گرفت و با هویت ایدئولوژیک ترکیب گردید جدلی همیشگی با این دوگانگی داشت ولی جمهوری جور کمر به نفی کامل هویت ملی و تحمیل کامل هویت ایدئولوژیک به ما بست اما شما فرزندان کورش بزرگ و بابک خورنبین با نمایش مبارک و شگفتآور از همبستگی ملی بازگشت شکوهمند به هویت ملی را آغاز کردید که بنمایه مبارزات شما با اقتنام از بازگشت به خیشتن راستین ملی خیش می باشد. مبارزه از جنس نرم شاید ملت بزرگ ایران مردمی بودند در تاریخ جهان که چهارده قرن پیش در مقابله با تهاجم تازیان و در تنگنای مبارزه سخت به مبارزه نرم روی آوردند و در طول تاریخ پرنشیب و فراز خود هر آزگاه امکان مبارزه سخت نداشته روش مبارزه نرم را برگزیده است. این بار نیز با محاسباتی هوشمندانه شعور و اراده پولادین خود را در راستای جنگی نرم و در قالب اقدامی سلبی در نه بزرگ به انتصابات رقم زد و بهانه ی هر گونه سرکوب را از میان برداشت و در عین حال زمینه را برای مراحل بعدی مبارزه با استفاده از همبستگی ملی فراهم کرد. نه به ترس و در همشکستن وحشتی مهم یکی از آثار اقدام شجاعانی شما ملت بزرگ در نعی سطور به انتصابات در همشکستن ترسی مهم بود که از سوی عوامل رژیم و تحلیلگران بیمایه یا مزدور القا میشد و شما را به تسلیم فرا میخواند و رژیم را شکست ناپذیر جلوه میداد اما شجاعت و جرأت تو اما خرد شما ضربه کاری به افسانه شکست ناپذیری رژیم و آن ترس موهوم زد و شما در تریبون آزاد هر آنچه لایق این رژیم فاسد و غارتگر بود را بیپروا گفتید و ملاحظه کردید که آب از آب تکان نخورد و معلوم شد که این رژیم است که باید از شما بترسد آری. شما شجاعت و خودباوری را بیمه کردید و آن را بنمایه مراحل بعدی مبارزه قرار دادید آفرینش امید مدتی بود که به دنبال سرکوبهای مکرر و به خاک و خون کشیدن هممیهنانمان دچار نوعی یحس و ناامیدی شده بودیم تا حدی که بعضی از تحلیلگران سیاسی با القای ترس ابتلا به وضعیت سوریه و عراق شدن تا آنجا پیش رفتند که به جای تشویق شما به مبارزه با رژیم جورجه گفتن باید برای حفظ نظام اصلحه برداشت اما شما ملت سلحشور با اقدام شجاعانه خود چنان قدرت بی قدرتتان و تحقیر شدگان و به هاشی شدگان را به نمایش گذاشتید که نه تنها بی این تحلیل ها را اثبات نمود و مهر باطل بر ناامیدی زد بلکه برای ادامه مبارزه امید آفرید. پیامی رساب جهان شما ملت سرفراز با هماسه نه بزرگ به انتصابات پیامی روشن به جهان دادید که رژیم فاسد و قارتگر نماینده شما ملت فرهنگ آفرین ایران نمی باشد. بنابراین این دولت ها را به خودداری از هر گونه تعامل با جمهوری جورجه فرا خواندید. بهرهگیری از پیروزی یکی از اصول مبارزاتی بهرهگیری از پیروزی های به دست آمده می باشد. چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد نه تنها پیروزی در مراحل بعد را تضمین نمی کند بلکه پیروزی به دست آمده به باد خواهد رفت. بنابراین با اقتنام از پیروزی بزرگ شما در وجه سلبی نعیس ترک به انتصابات باید برای تحقق اهداف خود به تهیه طرحهای تحقی تکمیلی جهت تداوم مبارزه همت نماییم مسئولیت امروز ما شما دیروز مرحله اول مبارزه را در راستای اقدامات سلبی خود شجاعانه و خردمندانه نشان دادید و پیروز میدان شدید و فوندانسیون و پایه محکمی برای مراحل بعدی مبارزه را بنیان نهادید که اگر چه کاری بود کارستان ولی اگر دشمن شکست خورده را رها و مبارزه را ناتمام بگذاریم این دشمن شکست خورده به تجدید حیات ننگین خود خواهد پرداخت و پیروزه های به دست آمده شما را از بین میبرد بنابراین اکنون که جنبش رهایی بخش شما محله سلبی را با پیروزی سپری کرده و آمادگی روانی و عملیاتی ایجابی به وجود آورده است نباید در روند مبارزه وقفه ایجاد گردد اکنون که نهال مبارزه شما به ثمر همبستگی ملی امید جرأت شجاعت تکبیر و آمادگی رزمی ایجابی رسیده است باید دست در دست هم در راستای استراتژی مبارزه خشونت پرهیز و تاکتیک عملیاتی نافرمانی مدنی و اقتصابات ملی و سراسری تا شکست کامل رژیم جور به مبارزه ادامه دهیم پیش به سوی مبارزه خشونت پرهیز قاسم شورد سعدی 29 خرداد 1400 سعد. در سایه سار دولت جدید پروانه کسب فاحش خانه ها علنا برپا شد. پروانه کسب برای مؤسسه ازدواج موقت مروارید. عراقی ها و لبنانی ها و فلسطینی ها و افغانی ها و پاکستانی ها برای سیغه کردن زنان توحیدست دست و فقیر ایران چند سال در صف هستند و امروز دیگر علنا پروانه کسب نیز صادر شد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا